امروز جلسه هفتم از درس حمایت از حقوق زنان رو در ایران ادامه میدیم که اختصاص داره به شروط ضمن عقد ازدواج. ما یه مروری داشتیم درباره به طور کلی حقوق زن در ازدواج و البته حقوق زن در طلاق، و بحث هامون بیشتر تمرکز داشت روی اینکه چه اندازه عدم تعادل وجود داره بین حق زن و مرد برای اینکه در کنار هم قرار بگیرن به عنوان زن و شوهر، یا اینکه منصرف بشن در یک نقطه‌ای در یک تاریخی از زندگی زناشویی و به اون رابطه پایان بدن. به این نتیجه رسیدیم که خب با وجود تحولات قانونی که اتفاق افتاده، قبل از انقلاب یک اصلاحاتی انجام شده بود. این اصلاحات داشت ما رو می برد به سمت تعادل بین حق طلاق زن با حق طلاق مرد، یعنی اینکه مرد بتواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق بدهد. از طرف حقوقدانان پیش از انقلاب به چالش کشیده شد و به این نقطه رسیدند که اینجور نخواهد بود، مرد هر وقت بخواهد بتواند زن خود را طلاق بدهد و هیچ مرجعی هم وجود نداشته باشه برای رسیدگی بهش، اما زن اگر بخواهد طلاق بگیرد باید که مصیبت‌های زیادی رو تحمل کنه و خیلی از چیزها رو ثابت بکنه، و مخصوصاً اینکه مرجع قضایی اساساً براش در نظر گرفته نشده بود و مردم میرفتن به دفترخونه ها مهریه زنشون رو احیاناً میذاشتن توی صندوق دفترخونه و زنشون رو حتی طلاق غیابی میدادن، یا برعکس زنا میرفتن دفترخونه و اغلب دست خالی برمیگشتن و گاهی هم یک چیزایی اون محضردار و صاحب دفترخونه بارشون میکردن که من خودم در کودکی شاهد براشفتگی این زنها بودم که به علت مشقتی که تحمل میکردن میرفتن دفترخونه و خشمگین برمیگشتن، چون نه تنها چیزی به دست نیاورده بودن و بلکه دفترخونه و محضردار بهشون توهین هم کرده بود. در حال یک اصلاحاتی اتفاق افتاد که این اصلاحات نه فقط یک بالانس و تعادل نسبی به وجود آورد بین حق طلاق مرد و حق طلاق زن، و بلکه حضانت رو خیلی بهش مترقی نگاه کرد و قبول کرد که باید دادگاه رسیدگی بکنه ببینه چه کسی صلاحیت داره برای اینکه حضانت رو به اون بده بعد از طلاق، که این خیلی خیلی پشتوانه دیدگاهی مترقی بود که در قوانین حمایت خانواده پیش از انقلاب وارد شدن بهش، و از اون مهمتر بحث ولایت بود. تا حدودی کمک کردن به زنها و حق ولایت دست کم جد پدری یعنی پدر پدر رو تضعیف کردن، که اگر بخونید قانون حمایت خانواده سال 1353 رو متوجه خواهید شد. باز یک اتفاق خیلی مهمی که افتاد این بود که خب از نظر شرعی امکان نداشت برای اون نظام سیاسی هم که ما خیال میکنیم اصلا دینی نبود، امکان نداشت حتی برای نظام سیاسی شاهنشاهی که بر چند همسری مردان خط بطلان بکشه. به همین دلیل موضوع بسیار حساس شده بود و نگران بودند که چه بکنند که با شرایط و تحولات خاص اجتماعی ایران و اینکه زنها حالا خیلی هاشون تحصیل کرده بودند، خیلی هاشون شاغل بودند، دیگه زن وزیر داشتیم، زن وکیل داشتیم، زن نماینده مجلس داشتیم، سناتور داشتیم. خب با وجود این تحولاتی که اتفاق افتاده بود، حالا هرچند که این تحولات خیلی هم ممکن بود گسترده نباشه، چه کار بکنن که چند همسری مردان رو کنترل بکنن؟
خب اون وقت اومدن یه قوانینی گذروندن، همه این قوانینی که دارم راجبشون حرف میزنم، از اون جمله حق قضاوت زنها، حتی حق خوانندگی زنها، حق حضور بلا شرط زنها، یعنی بلا شرط مساوی با مردان در عرصه هنر، سینما، تئاتر، موسیقی، در همه این عرصه ها محدود شد به نسبت حضور گستردشون قبل از انقلاب. و بلافاصله بعد از انقلاب یک شورای درست شد به نام شورای نگهبان حسب فرمان آقای خمینی، و این فقها نظر فقهیشون غالب شد، چیره شد بر همه امور و متصدی این شدن که بگردن توی قوانین قبل از انقلاب و اگر با موردی برخورد کردند که اون رو در تعارض با احکام شریعت دیدن، اون رو باطل اعلام کنن. این کار رو با حقوق اصلاح شده زنها انجام دادن، دادگاه حمایت خانواده رو منحل کردن، یعنی دوباره قرار شد که زنها سر و کارشون بیفته با محضردار و دفترخونه، و مردها دوباره شدن یک قدرت مطلقه در امر طلاق. کنترل روی تعدد زوجات منتفی شد و خیلی از اصلاحات دیگری که در قانون حمایت خانواده اتفاق افتاده بود، همه اینها رو به این بهانه که در تعارض با شرع انور است، اینها رو اعلام کردن که بی اعتباره. پس ما برگشتیم به خونه اولمون، یعنی برگشتیم از نظر قوانین ناظر بر ازدواج و طلاق، برگشتیم به دوران رضا شاه پهلوی و سالهای 1304 تا 1311 شمسی که قانون مدنی ایران تدوین و تصویب شده بود. خب یک عقبگرد شگفت‌انگیز بود. این عقبگرد شگفت‌انگیز بدون واکنش نبود. خیلی ها فکر میکنن که خیلی ساده اتفاق افتاد، خیلی ها فکر میکنن که اصلا زنها نسبت بهش هیچ گونه واکنشی نداشتن، خیلی ها فکر میکنن که همین که آقای خمینی گفتن که خوبه که زنها حجاب داشته باشن، همه زنهای ایرانی بهش اقتدا کردن. ولی هیچ کدوم از این داوری های تاریخی که بدون مطالعه بعضی وقتا اعلام میشه صحت نداره. زنان ایرانی در تمام سطوح مخالفت کردند، اعتراض کردند و لایه لایه سرکوب شدند و پیاپی بر محدودیت ها اضافه شد و حتی دریا که داده، حالا اگر بخوایم به زبان دینی بگیم، نعمت خداوندی که اون رو تقدیم و هدیه کرده به انسان و حتی موجودات زنده‌ای که درون آبها و اقیانوس‌ها وجود دارن، این اومدن زنونه مردونه کردن. و باور نمی‌کنین که بعضی وقتا ما دیدیم پرده هم کشیدن که زنا مثلا بتونن این طرف با حجاب کامل برن تو آب، اون طرف مردا راحت برن تو آب، که حالا خوشبختانه دیگه رفتن زنها با حجاب کامل توی آب رو هم همین چند روز اخیر ممنوع کردن. در حال بحث زیاده و اگه بخوایم خیلی بیشتر واردش بشیم، بحث امروز رو از دست میدیم. درد دلهامون هم خیلی زیاده و مجبوریم کنترلش کنیم، محدودش کنیم، برای اینکه توی یه جلسه بتونیم چند تا حرف جدید بزنیم. این مرورا رو ما داشتیم و حالا رسیدیم به اینجا که خب آیا راه حلی وجود داره در این سیستم بسته‌ای که آقایون فقهای شورای نگهبان اون رو نمایندگی میکنن؟ من میگم آقایون فقهای شورای نگهبان و نمیگم اسلام، برای اینکه خود آقایون کارشناس امور اسلامی و یا فقها درون ایران و در حوزه ها نسبت به بعضی از امور با نظریه های فقهای شورای نگهبان اختلاف نظر دارند و معتقدند که فقهای شورای نگهبان البته یک نظریه فقهی رو نمایندگی میکنند که میشه گفت اون نظریه فقهی نظریه رسمی نظام جمهوری اسلامی ایرانه
و اون رو بعضی وقتا در پاره موارد البته و نه در همه موارد به چالش میکشن. مثلا هیچ وقت نمیگن که چند همسری رو ما میتونیم منتفی بکنیم، ولی به هر حال بحث عدالت بین چند همسر رو خیلی با نگاه بازتری بهش توجه میکنن، یا سن مثلا بلوغ دختران رو، یا سن مسئولیت کیفری دختران رو، یا حق قضاوت زنان رو، یا دیه یا خونبهای زنان رو که نصف مرد. روی اینا خیلی چالش وجود داره درون سیستم حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی. به همین دلیل که وقتی که ما میگیم از نگاه فقهای شورای نگهبان میخوایم محدود کنیم اون نگرش اسلامی رو به نگاه فقهای شورای نگهبان که اون نگاه داره به ما حکومت میکنه و نه دیگر نگاه هایی که ممکنه در حوزه های دینی شیعه وجود داشته باشه. به هر حال ما مواجه هستیم با محدودیت هایی که این نگاه از اسلام به نمایندگی فقهای شورای نگهبان بر زنان ایرانی تحمیل کرده و میکنه، و غیر از فقهای شورای نگهبان نمایندگان دیگرش هم خب خیلی از شاید همه امام جمعه ها هستن، ائمه جماعت هستن، آقای جنتی هستن توی قم، و به هر حال آقای احمد خاتمی هست. ببینین با چه زبان و به قول خودشون با چه لسان مستحجنی حرف میزنه درباره زنها. و خب اخیراً هم حالا نه خیلی برای ما غیر منتظره، ولی بی وقت خود آقای خامنه ای آمدن و تکلیف رو از همیشه روشن‌تر کردن و گفتن زنها جاشون تو خونه است. حالا البته نقل به مضمون، باید برید نسخشون رو مطالعه کنید تا متوجه بشید که خب آب پاکی رو دست همه ریختن. البته بعد آقای رئیس جمهور آمدن حرفای دیگری زدن و دیگر شخصیت ها باز حرفای دیگری زدن، و همه اینا نشون میشه، نشون میده که در اون مجموعه ای که خب ما خیلی راحت اسمش رو میذاریم ایدئولوژیک، به هر حال این ایدئولوژی یک انشعاب هایی هم داره، منتها این انشعاب ها فعلا در کله اون سیستم سیاسی که ولی فقیه و آقای خامنه ای ایستاده و خیلی ها ازش حمایت میکنن درون سیستم، در اونجا کاملا استوار بر این که زن محترمه، همون حرفایی که همیشه میزنن، و نباید تنش داشته باشه خارج از خونه، نباید گرفتار اون استرس های اشتغال خارج از خونه میشه و از این حرفا. و همه اینها توجیهی است بر قوانینی که ما در این چند جلسه راجبش حرف زدیم و باز هم حرف خواهیم زد، و میخواهند بگویند که خب همینه که هست. ولی ما میخواهیم بگیم نه، همینه که هست و قبول نداریم و استدلال میکنیم براش. اما تا وقتی که زورمون برسه که تغییر بدیم این نظام واقعا غیر عادلانه رو، به راه حل ها هم در همین سیستم فکر میکنیم و به راه حل ها هم نگاه میکنیم، برای اینکه اون دلیلی نداره زنان ایرانی انقدر منتظر بمونن تا اینکه مثلا یک اتفاقی در اون کشور بیفته و ساختار حقوقی تغییر بکنه. منطق حکم میکنه که بهشون یاد داده بشه که حالا در همین وضعیت کنونی بگردین دنبال یک راه حل هایی. یکی از اون راه حل ها که امروز میخواییم دربارش صحبت بکنیم شروط ضمن عقد ازدواجه. ببخشید من پرحرفی کردم، ولی بحث حقوق زن، بحث حقوق بشر در ایران، بحث دموکراسی در ایران، وقتی که واردش میشیم یک بحث لایتناهیه و خیلی برای ما مشکل میشه که ببندیمش خیلی زود. در هر حال امروز درباره شروط ضمن عقد حرف میزنیم. شروط ضمن عقد اصلا موضوع جدیدی نیست، ولی اهمیتی که پیدا کرده برای زنها جدیده. چرا؟ برمیگردم به اون پیشینه، برای اینکه این آقایون تشریف آوردن
برای اینکه وضعیت مردم و مخصوصا وضعیت زنان رو که به هر حال حقوق برابر با مردان در زمان شاه هم نداشتن، ادعاشون این بود که همه اینها رو جبران خواهند کرد و در اولین قدم اومدن همون حقوقی رو که به دست آورده بودن زنها، حالا یا عطیه شاهانه بود یا شاهانه نبود مثلا اهمیتی نداره، یه حقوقی بود که به وجود اومده بود، کسب شده بود. ما در حقوق به این حقوق به دست آمده میگیم حقوق مکتسبه و دیگه دنبالش نمیگن حالا این حقوق مکتسبه چجوری مکتسبه شده. حقوق مکتسبه چیز خوبیه، یعنی من حقی رو که ندارم به دست میارم در یه سیستم سیاسی، ولو اینکه اون سیستم سیاسی رو دوست نداشته باشم. خب اونا اومدن حق بطلان، خط بطلان بر همه اینا کشیدن، البته غیر از حق رأی زنها، چون احتیاج داشتن به رأی نصف جمعیت برای اینکه حکومت خودشون رو تقویت کنن و شالوده ریزی بکنن حکومت رو و بگن بله اینقدر درصد از مردم ایران به ما رأی دادن. به این دلیل با اینکه آقای خمینی از سال 1342 جلز و ولز میکردن و عصبانی بودن از حق رأی زنها، پیش از انقلاب شروع کردن به تجلیل زنها از اینکه میان تو خیابون و حرفای انقلابی میزنن و مخصوصا خب در ستایش ایشون سخن میگن. حالا آقای خامنه‌ای به نظرم میاد اینو یادشون رفته یا به اقتضای زمان دیگه فکر میکنن شاید ضرورتی نداره، کاملا پایه های حکومتشون رو سفت کردن. اون موقع آقای خمینی میخواستن پایه های یه حکومتی رو سفت بکنن، ولی آقای خامنه‌ای فکر میکنه که لزومی نداره این کار. ولی به نظر من غافلن از اینکه وقتی که یک شخصیتی مثل آقای خمینی، این اهمیت این شخصیت از نظر کسانی میگم که به ایشون اقتدا کردن، نظر میده بر ضرورت حضور زنان در حوزه های عمومی فکر نمیکنن دیگه شخصیت بعدی مثلا آقای خامنه ای بتونن بر ضد اون حضور در حوزه عمومی یک حرفی بزنن که اون حرف کارایی داشته باشه، چون بسیار ضعیف‌تر نسبت به اون. و این برای اولین بار بوده که در اسلام ملایی به قول خودشون عالمی، شاید مجتهدی و به طور قطع یک رهبر انقلاب دینی در کشور ایران، به زنان مجوز حضور در حوزه های عمومی داده و هیچ کس نمیتونه بعد از این دیگه این مجوز رو لغوش بکنه. و وقتی مجوز حضور میدن به نصف جمعیت برای اینکه وارد بشن به زندگی اجتماعی، تو خیابونا بیان، مشت هوا بکنن، حالا زنده باد مرده باد بگن یا هر کاری بکنن، این مصادیق حضور رو هم در بر میگیره و آقای خامنه‌ای نمیتونن اون وقت حالا مصادیق حضور رو منتفی بکنن و بگن لازم نیست برن حتما بیرون از خونه کار کنن. خیلی هم لازمه و حقشونه، برای اینکه حضور، حالا اگه خیلی هم اسلامی نگاه بکنیم، مجوز حضور مستلزم این است که برای احراز مصادیق حضور که وزارت است، وکالت است، مدیریت کله، مدیریت در همه امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور هست رو شامل میشه. خب شروط ضمن عقد همیشه در اسلام وجود داشته، حرف تازه‌ای نیست و در قانون مدنی هم که زمان رضا شاه پهلوی تدوین و تصویب شده و بسیار از نظر قانون نویسی درخشان هست آمده که دو طرفی که دارن یک قراردادی رو با هم امضا میکنن میتونن درش یک شروط رو بگنجونن. البته این شروط با قید و شرط های هم روبرو میشه و در همون زمان که هیچی وجود نداشت، نه دادگاه خانواده وجود داشت و نه قوانینی غیر از قانون مدنی، حتی قبل از قانون مدنی زنهایی بودن که وقتی میرفتن دفترخونه و قرار میشده با یکی ازدواج بکنن، فرد یه شرط ضمن عقد برای خودشون میذاشتن، دو شرط ضمن عقد برای خودشون میذاشتن، برای اینکه کاملا اسلامیه.
و من یادم میاد مثلا وقتی مادر بزرگم فوت شد و داشتم چیزاشو نگاه میکردم، شناسنامهشو که حالا باطلم شده بود و یا عقدنامهشو که خیلی هم درب و داغون بود نگاه کردم، دیدم مادر بزرگ من شرط ضمن عقد داشته. حالا این مال کی بود؟ مال خیلی سال پیش بود، شاید از مال قبل از قانون مدنی بود. و شرط ضمن عقدش هم این بود که اگر شوهر من آقای تقی فلان همسر دیگری بگیره، برای من حق طلاق به وجود میاد و حق مطلق طلاق و وکیل در توکیل هستم که خودم رو طلاق بدم. و من واقعا اونجا حیرت کردم، برای اینکه فکر کردم که چقدر همون زنای قدیمی اشراف داشتن به حقوقشون و خیلی وقتا زنای مدرن ما ببینیم این اشراف رو ندارن. علتش هم اینه که خب کمتر میرن دنبال به دست آوردن اطلاعات اسلامی. در هر حال این شروط وجود داره برای کسانی که قرارداد امضا میکنن. عقد ازدواج هم یک قرارداد و زن و شوهر میتونن ضمن عقد ازدواج شروطی رو امضا بکنن و دادگاه هم ملزم هستن بعد از اینکه دعوای اتفاق افتاد بین این دو نفر، به اون شروط اگر امضا شده باشه توجه نشون بدن. ولی این شروط خب یک شرایطی داره، شرایطشو حالا یک کمی براتون میگم ولی خیلی مفصل و تفصیلیش رو از روی اونچه که در اختیارتون گذاشتن میتونین ببینین و از روی کتابهای حقوق مدنی، مثلا کتاب 6 جلد کتاب حقوق مدنی آقای حسن، دکتر حسن امامی که یک شخصیت برجسته حقوقی قبل از انقلاب بودن و هنوز هم کسی نتونسته بعد از 35 سال که از انقلاب اسلامی میگذره، هیچ آخوند و ملایی نتونسته یک چنین حقوق مدنی به زبان ساده رو در ایران بنویسه که واقعا نظیر نداره. بنابراین اگه دانشجوی حقوق هستین یا اگر علاقمند هستین، میتونین به زبان ساده این 6 جلد کتاب دکتر حسن امامی رو که استاد ما بودن در دانشگاه تهران، اینا رو برید پیدا بکنید، هست در بازار و بیشتر اشراف پیدا کنید. ما خلاصه برگزار میکنیم مطلب رو، فقط به شما منبع میدیم که استفاده بکنید. ماده 234 قانون مدنی میگه که شروط 3 دسته هستن: شرط صفت، شرط نتیجه، شرط فعل، اثباتن یا نفیان. و من همونطور که گفتم اینجا علاقه ندارم که وقت بگیرم برای اینکه اینا رو خیلی توضیح بدم، فقط همین که رو مانیتور هست کافیه فعلا برای شما. برای اطلاعات بیشتر به اون منابع میتونید رجوع کنید. شرط صفت اینه که مثلا یه اتومبیلی خرید و فروش میشه، قرار بشه یه قرمز باشه، حالا آبی در بیاد. شرط نتیجه اینه که یک امری در خارج از اون فضای قرارداد، مثلا قرارداد خرید و فروش اتومبیل، یک اتفاقی قرار بشه که بیفته یا نیفته، اثباتن یا نفیان. شرط فعل هم باز اثباتن یا نفیان. و در هر حال اینها رو با توجه به مثال هایی که روی مانیتور هست میتونید نگاه بکنید که ما برسیم به اون حرف اصلیمون که شرط ضمن عقد در چیز هست، در ازدواج هست. گفتم اهمیتی که پیدا کرده بعد از انقلاب برای زنها اینه که چون این حقوق اصلاح شده رو منتفی اعلام کرد فقهای شورای نگهبان، زنها ناگهان احساس کردن دست خالی هستن. اعتراض‌های گسترده در سطح کشور به وجود اومد. مردها خیلی استفاده کردن، سوء استفاده کردن از این اتفاق و رفتن دفترخونه زناشون رو طلاق دادن، بچه ها رو از اونا گرفتن. خیلی از زنها مهاجرت کردن از ترس اینکه شوهر طلاقشون بده و بچه هاشون رو ازشون بگیره. و به هر حال یک بلبشوی اتفاق افتاد و این آقایون اومدن مثل همه کاراشون خیلی ریز ریز شروع کردن به عقب نشینی، مثلا حالا که اومدن رئیس سازمان زندان ها رو عوض کردن، ولی ضمناً میگن این اصلا ارتباط نداره به بند 350. اون وقت هم همین کاری کردن.
خیلی ریز ریز دوباره دادگاه‌های به نام دادگاه مدنی خاص درست کردن، اما قوانین رو به هیچ وجه برنگردوندن به وضعیتی که قبل از انقلاب داشت برای زنها. فقط یه کار کردن که ما خب این کار رو هم مثبت ارزیابی میکنیم، نمیخوایم با دشمنی برخورد کنیم با موضوع، اما این کارشون هیچ کاری نیست که جمهوری اسلامی حقی رو به زنها داده باشه، و بلکه این حقی است که اسلام به همه کسانی که طرفین قرارداد قرار میگیرن میده. اومد 12 شرط رو تایپ کردن، چاپ کردن توی اسناد نکاحیه، یعنی قباله های ازدواج، و گفتن این 12 شرط رو خب سعی بکنید که عاقد بلند بلند اینا رو بخونه و اگر شوهر پذیرفت اینا رو امضا بکنه. اینا جبرانیه، یعنی در واقع یک حرکت جبرانی نظام سیاسی حقوقی کشور بود که متوجه شد که جامعه جامعه متفاوتیه و اونجوری که قبلا این جامعه رو ارزیابی کرده بود نیست، جامعه که میتونه با اعتراضش پدر همه رو در بیاره. و آمدن رو اینا خیلی مانور دادن و خیلی در نشریات نوشتن که این شروط رو بیاید به امضای شوهرتون برسونید، شروط خیلی خوبیه و 12 تا شرطه که اگر که زنها بتونن این رو به امضای شوهرشون در زمان عقد یا بعد از عقد برسونن، یک جبرانیه برای اون حقوقی که ندارن و ازشون گرفته جمهوری انقلاب اسلامی بعد از انقلاب. اما من اینجا یک توضیح بدم که این حقوق رو ضمن اینکه ما داریم تدریس میکنیم و بهش اهمیت میدیم، یادآوری میکنیم که هیچ وقت شروط ضمن عقد جای قانون رو نمیگیره، برای اینکه قانون در برگیرنده است، قانون شامل حال همه میشه. اگر مثلا قوانین ایران درش بازنگری بشه به نفع زنها در بحث ازدواج، در بحث طلاق، حضانت، در همه موارد، همه زنها میتونن از قانون بهره مند بشن و به استناد قانون حق برابر خودشون رو در دادگاه ها مطالبه بکنن. ولی شروط ضمن عقد رو فقط زنانی میتونن بهش استناد کنن و ازش بهره ببرن که اینها توانسته باشن این شروط رو به امضای شوهرشون رسونده باشن، در غیر این صورت نمیتونن. پس بنابراین یک معدودی از زنان ایرانی قادر خواهند بود که از شروط ضمن عقدی که بعضیاش چاپ شده، 12 تاش چاپ شده در سند نکاحیه و خیلی چیزا رو میتونن به اضافه کنن، فقط کسانی میتونن بهره مند بشن که امضای شوهرشون رو زیر هر شرط داشته باشن و در غیر این صورت نمیتونن. حالا من اینم براتون بگم که خیلی دشواره و دفترخونه ها در ایران خیلی مقاومن برای اینکه این شروط رو کمک بکنن به زن و اعلام بکنن، عاقد اعلام بکنه و امضای شوهر رو به هر حال تشویق بکنه یا اصلا فشاری هم نیاره ولی فقط توصیه بکنه. اینا خیلی مقاوم. من علتش هم اینه که کاسه داغتر از آش هم. کاسه داغتر از آش یعنی اینکه حتی به اون محدودیت های اسلامی برای زن ها هم اینا تقید ندارن و از اون بیشترش رو میخوان و خودشون از اون بیشتر بهش افزودن، طوری که من وقتی که در ایران وکالت میکردم مجبور شده بودیم یکی دو تا دفترخونه رو پیدا کنیم، البته این یکی دو تا دفترخونه به قیمت بسیار گزاف قبول میکردن که ما موکلمون رو بفرستیم و اونها مثلا این شروط ضمن عقد رو همکاری بکنن و کمکشون بکنن که داشته باشن. بنابراین یک حقی رو میفروختند به زنان ایرانی، اونم بعضن و نه همه دفترخونه ها، گرون تموم میشد حتی از نظر مالی. ولی غیر از این مقاومت که عرض میکنم، مقاومت سنتی و فرهنگی هم وجود داره در برابر شروط ضمن عقد که اون دیگه برمیگرده
به ویژگی های فرهنگی و اجتماعی ایران که خیلی از کلمه طلاق قبل از اینکه دعوا بشه بعدش میاد و مخصوصا بعدش میاد که طلاق رو نام ببرن ازش در هنگامی که دارن ازدواج میکنن. میگن شگون نداره، یک عده اینجور نگاه میکنن بهش، حتی بعضی وقتا خانواده های عروس، خانواده های دامادم که این رو دون شأن پسرشون میدونن که حق طلاق رو بده به زن و به اصطلاح رایجی که در ایران هست، به نظرشون میاد خب حالا از اون به بعد پسرشون زن ذلیل میشه اگر این شرایط رو امضا بکنه. و خب این موانع اجتماعی هم وجود داره و بعضی وقتا زوجین جوان و بسیار فهمیده‌ای می اومدن پیش من و میگفتن ما با این معضل چه بکنیم، و بالاخره تصمیم میگرفتن که گاهی وقتا عقد انجام بشه و بعدا خودشون برن و اون دفترخونه هایی که میفروختن حقو کمک کنن بهشون و در اونجا بدون اینکه دو تا خانواده اطلاع پیدا کنن این شروط ضمن عقد رو بیارن. و بعضی وقتا واقعا این جوان ها، مردان جوان رو من میدیدم که چقدر با نگرش و بینش مترقی به موضوع نگاه میکردن و من وقتی ازشون میپرسیدم چی شده که شما واقعا فکر میکنید که حتی بعد از عقد این کار رو بکنید، میگفتن آخه چه فایده ای داره اگر که زن آدم از ترس قانون و به زور قانون بخواد با آدم زندگی بکنه. ما ترجیح میدیم که یک همچین زن و شویی ادامه پیدا نکنه اگر به این نقطه برسیم. و اونجا بود که خب ما خیلی خوشحال میشدیم و اینها نشانه ای بود از این تحولات اجتماعی که دیگه این تحولات اجتماعی کاملا در نقطه مقابل نظریه های فقهی و غیر فقهی امثال فقهای شورای نگهبان و ائمه جمعه و دیگران در ایران داشت شکل میگرفت و حالا هم در حرکت برای اینکه شکل تکاملی خودش رو پیدا بکنه. خب گفتیم که یک قیودی باید وجود داشته باشه، یعنی نمیشه هر شرطی رو دو نفری که دارن قرار داده مثلا ازدواج با هم میبندن بگنجونن و انتظار داشته باشن که وقتی میرن دادگاه دادگاه بهش اهمیت میده. دو گونه شرط هست که خیلی اهمیت داره وقتی که شما میخواین شرطی رو انتخاب بکنین از کم و کیفش اطلاع داشته باشین. یکی شروطی که اساساً قابلیت اجرا نداره و هیچ اعتباری نداره و باطله، اما با اینکه باطله خود عقد ازدواج رو باطل نمی کنه، بنابراین هم بی خاصیته هم بی ضرره. ولی یه شروطی هست که اساساً پایه رو به هم می‌ریزه، یعنی اگه اون شرط رو بیارین کل عقد میره زیر سوال و متزلزل میشه و دیگه اون عقد رو نمیشه گفت ایجاد تعهد کرده برای دو نفر. این شروط رو بهش میگن شروطی که مبطل عقده. اون شروط قبلی رو میگن شروطی که باطله ولی مبطل عقد نیست، یعنی عقد رو باطل نمی کنه. این یکی شروط رو میگن مبطل عقده و خب هم طبعا باطل هم هست. الان روی مانیتور میبینید که در مواردی نه تنها شرط باطله که قرارداد رو هم باطل میکنه و توضیحی که داده قانون در ماده 233 این است که مثلا شرط خلاف مقتضای عقد، فرض کنید که دو نفر دارن خرید و فروش میکنن یه چیزی رو، یه زمینی رو، بعد شرط بذارن که حالا اونی که زمین رو میخره هیچ وقت نتونه زمین رو بفروشه. خب این خلاف مقتضای عقده. چرا؟ برای اینکه اصلا عقد بیع مفهومش این است که بعد از تحقق اون که خریدار هست، صاحب ثمن، اون که خریدار هست صاحب عین میشه، یعنی صاحب اون مال و ملک میشه. حالا هر چیز هست، شیء ملک هر چیز که هست،
و فروشنده صاحب ثمن معامله میشه، یعنی صاحب مبلغی میشه که توافق کردن و دریافت میکنه. حالا اگه بیان شرط بزنن که نه، اونی که خریده اون ملک رو نمیتونه بعدن بفروشه، این خلاف مقتضای عقده، برای اینکه هر مالکی حق دخل و تصرف در ملک خودش و مخصوصا نقل و انتقالش رو داره. یا اینکه شروط دیگری بگنجونن که اصلا اینقدر مجهول باشه که سردرگم بکنه طرفین رو، مثلا بگن که هر وقت دلشون خواست طرفین یا یکی از طرفین اون قرارداد رو فسخ بکنن. خب اینم یه شرط مجهولیه که این مجهول بودن باعث میشه که یه جهلی بین طرفین به وجود بیاد نسبت به اون اتفاقی که افتاده در این قرارداد. به هر حال در امر ازدواج، خب این بحث رو من فقط کوتاه میگم، بعد اگه خواستین برین مطالعه بکنین. در بحث ازدواج یک شرطی که دو تا شرطه که خیلی ایجاد به اصطلاح برخوردهای فکری بین اسلامیون و کارشناسای اسلام و فقها میکنه، مثلا این بحث هست که آیا میشه توی شرط ضمن عقد ازدواج زن این شرط رو بیاره که تمکین نکنه از شوهرش؟ خب اغلب فقها میگن نه، برای اینکه مقتضای عقد نکاح این رابطه است، رابطه جنسی و تمکین زن هست. اما فقهایی هم داریم که میگن بله میشه، چرا نه، این رو هم میشه وارد کرد. پس بنابراین در اینجا اختلاف نظر وجود داره. یا در مورد تعدد زوجات، در مورد تعدد زوجات دیگه نمیتونیم بگیم اختلاف نظر وجود داره. هیچ زنی میتونه شرط کنه که شوهرش حق نداره زن دیگری بگیره، برای اینکه این شرط خلاف اون مبانی خیلی قاطع اسلام است. اما میتونه شرط بکنه که اگر زن دیگری گرفت، من وکیل هستم و وکیل در توکیل هستم که خودم رو طلاق بدم. حالا اینجا من یادم اومد یه چیزی رو مطرح بکنم برای شما، و اون اینه که خیال نکنید که با وجود این شروط و موقع که این شروط هم امضا میشه به زن حقوق برابر داده شده از طرف قانونگذار یا اسلام. ابدا اینجور نیست. آمدن کمکی که کردن این بوده که مرد بیاد یه قسمتی از حقوقش رو تفویض بکنه به زن، یعنی وکالت بده به زن. و چون هر کسی میتونه به هر کسی وکالت بده، خب شوهرم میتونه به زنش وکالت بده یه مقداری از اختیارات خودش رو در مورد طلاق بیاد به زنش تفویض بکنه. ولی این به هیچ وجه مفهومش این نیست که یه چیزی دستی به زن رو دادن یا اومدن خواستن به زن رو حقوق برابر بدن. با این حال ما ازش به صورت مثبت یاد میکنیم، برای اینکه میتونه به بسیاری از هرمان‌ها و مشقت‌های زنان پایان بده. سلام کنم به خانم کار و همه عزیزان که شرکت کردن جلسه، و جا داره که سنگاه و عزیزان تبریک بگم خدمتتون. در رابطه با شروع سن عقد، ما من با دوستان سختای مفصلی رو داشتیم، حالا آقای خیلی جدی بگیرم در مورد این شروع که مخصوصا در رابطه با شرط طلاق که اون رو بخوام به هفتهشون واگذار کنم، به هفتهشون اینه که زنها احساسی عمل میکنن و احساسی فکر میکنن و ممکنه که با یک دعوا کار به جدایی و طلاق بکشن. با خیلی از شروط مخالف بودن، اما خب حالا جای خوشحالی داره که من با همسرم توافق کردیم، ده سال از افتادیدی سره و توافق کردیم که بخواهم به یک از دفترخانه ها مراجعه کنیم و من با بخشیدن مهریم
هر شرطی رو که مجاز هستیم که توی احنامه بذاریم رو اونا توی احنامه درش داریم. اما نمیدونم، حدیث من مراجعه نکردم به دفتر خونه، میخواستم بیدم بعد از 10 سال امکانی کار هست به من میتونم که این شروط رو وارد احنامه کنم یا نه؟ ممنونم خانم. بله، همونطور که گفتم دفترخونه ها مقاومن، باید بگردید پیدا کنید. ضمناً انتظارات مالی بالایی دارن، حق زنا رو میفروشن به زنها و خب باید شاید مجبور بشید خریدار حقتون بشید. من دیگه اونو بیشتر نمیتونم راجبش حرف بزنم، بستگی داره به دفترخونه که بهش مراجعه میکنین، ولی همیشه میشه این کارو کرد. منتها فقط یادتون باشه تا حتما برید پیش یک وکیل دادگستری، مشاور حقوقی و اون الفاظی رو که میخواید بنویسید در مورد این شروط ضمن عقد با استفاده از نظریه مشورتی یک حقوقدان بنویسید، چون بعضی وقتا همه این کارا میشه ولی از نظر اینکه وکالت رو حقوقی ها بهش میگن یک امر جایز، به این معنی که هم وکیل میتونه فوراً استعفا بده یا بعداً استعفا بده و هم اینکه موکل میتونه عزل بکنه وکیل رو. بنابراین اگر که شما دقت نکنین برای تعیین الفاظ از نظر بار حقوقی که میتونه برای شما در آینده داشته باشه و اگر زیر نظر یک حقوقدان این الفاظ رو ننویسید و تأکید نداشته باشید در دفترخونه که عین اون الفاظ نوشته بشه، در این صورت اون عقد یک عقد ساده وکالتی خواهد بود و به محض اینکه از دفترخونه برید بیرون ممکنه که مواجه بشید با دریافت یک اظهارنامه از طرف شوهرتون که من تو رو عزل کردم از اون وکالت. این است که یک اصطلاح حقوقی وجود داره، البته برای مردم عادی این اصطلاح حقوقی آسون نیست، که اسمش هست اینکه اگر میخواهید اون شرط برای شما شرطی باشه که ضمانت اجرا داشته باشه و زود از دستش ندید، اون شرط باید ضمن عقد لازم خارج حتما نگاشته بشه و به امضا برسه. این موضوع مهمه و به همین دلیله که نوشتن شرط اهمیت داره و باید طوری نوشته بشه که عقد، یعنی این شروط ضمن عقدی که بین شماها با امضای هر دو تبدیل میشه به یک قرارداد، حکم عقد لازم رو پیدا کنه و نه عقد جایز رو که هر آن شوهرتون میتونه زیرش بزنه. به همین دلیله که عرض میکنم بله میتونید، ولی حتما با نظر یک وکیل انجام بدید و دفترخونه های هم شاید باشن که هنوز شرافت اخلاقی خودشون رو در حرفشون حفظ کرده باشن، یا اونا رو باید پیدا کنین یا اونایی که شما باید حقتون رو ازشون خریداری بکنین. اما موضوع از نظر قانونی مشکلی نداره، به شرطی که خودتون دقت کنین بر الفاظش. اگر بارها دنبال واژه آموزش گشته اید ولی با درهای بسته روبرو شده اید، اگر دنبال آموزشکده گشته اید که دور نباشد و استادهای خوبی هم داشته باشد، اگر مشتاق آموختن هستید اما توانایی مالی کافی نداشته اید که بیشتر و بیشتر بخوانید و بدانید، اگر شبها وقت آزاد دارید و روزها نمی توانید دنبال درس و کلاس بروید، توانا بهترین انتخاب شماست. توانا بود هر که دانا بود. توانا رایگان در اختیار شماست. آموزشکده‌ای در خانه شماست. هر وقت که بخواهید، شب یا روز. با درس‌هایی مانند حق و حقوق زنان، دموکراسی،
تفسیرهای نوین و لیبرال از دین، حقوق اقلیت‌ها، حکومت قانون، نهادسازی و نهادهای مدنی، محیط زیست، روزنامه نگاری و امنیت فضای مجازی و موبایل‌های هوشمند. آموزشکده توانا کلاس‌های دلخواه شما را رایگان به منزل شما می‌آورد. در کلاس‌های توانا با نام و جیمیل مستعار ثبت نام کنید. برای ما مهم انگیزه شهروندی و علاقه شما به آموختن است. ما هرگز نام واقعی شما را نمی‌پرسیم. تیم فنی توانا از طریق سایت تواناتک به شما کمک می‌کند تا با خیال راحت و فارغ از دردسرهای امنیت وب در کلاس‌ها شرکت کنید. در توانا بیاموزید، با تواناتک پاسخ سوال‌های فنی خود را بگیرید و از صدها کتاب، ویدئو، آدیو و مدرک دیجیتال در کتابخانه توانا رایگان استفاده کنید. توانا پنجره آشنایی شما با جهان ایده‌های نو و تجربه مردم دیگر کشورها در گذار به دموکراسی. برای دسترسی به توانا و اطلاعات بیشتر به فیسبوک، توییتر، یوتیوب و گوگل پلاس توانا و تواناتک بپیوندید.